نشر نوبتی برنامه خبری رادیو زودی مستقیما پیش دید شما می شود. امروز ششم ایون است و من شالوی گلخوجه اخبار و گزارش های مهم رو معرفی می کنم. نخست سرخط بعضی از موضوع. رهبریت بزرگ سلطان کبیر به تجران ضرر دیده و وعده داده است که قسمان زیان رسیده را برقرار میکنند. چهار روز پیش سوختار در این بزرگ 21 دکان را از بین برد. انیق تا وقتی که امیر رئیس بزرگ هست در امیجا تا پول وستانه نمیشه یگان دیرم ای خیلی نمیگیرم ای چکت وعده است ولی پول نه. زنان کشاورز در خطلان شکایت دارند که کارفرمایان چینی حق زحمتشان را پرداخت نمیکنند. یکم چوب پولش اول نداده دیمشم اونجا تام کردی نداده دیگه میتونم فتی سوال نمیدونم. مهر و رشک در کوچه های عربی برلین چرا حتی در اروپا نیز مهاجران عرب با هم زبان نمییابند. مناسبت با فلسطینیان و لبنانی ها دیگر است. بعضی ها بعد 8 9 10 سال مقام پناهجو گرفتند ولی برای این نباید با پناهجویان نوآمده رشک کنند. با گذشت چهار روز از سوختار در فروشگاه بزرگ سلطان کبیر تا به حال مبلغ عمومی زیان صاحبکاران اعلان نشده است. هرچند خودی تاجران در صحبت با رادیو زودی میگویند که در این سوختار ده ها هزار دلار ضرر دیدند. مبلغی که به گفته صاحبکاران قرض بانکی بود و همراه با اشیای دکانهایشان سوخت. امروز رئیس بزرگ سلطان کبیر برای شنیدن عرض تاجران ضرر دیده با آنها ملاقات کرد. رهبریت بازار سلطان کبیر به صاحبکاران ضرر دیده گفتند قسمان ضرر رسیده را برقرار میکنند. روز ششم ایون بعد از چهار روز سوختار عوضخان کبیرو صاحب بازار مذکور با 21 صاحبکاری که دکانهایشان به کمی آتش رفت واخورد. به این مجلس خبرنگاران راه نیافتند. تاجرانی که دکانهایشان به کمی آتش رفت بعد از انجام مجلس گفتند که با آنها وعده آزاد کردن از انداز و تعمیر 100% دکانهایشان را دادند. مغازین ها را ریمون میکنن میتن او شیر یکان فایز یاردن میکنن نقص ایش هم نقص دستگیری است. خیلی او 100% هیچ که یاردن کردن میتنه که یکان مقامات بر زور. چند سال تا 5 سال 10 سال تا وقتی که این بزرگ فعالیت داره. انیق تا وقتی که امیر رئیس بزرگ هست در امیجا تا پول وستانه نمیشه یگان دیرم ای خیلی نمیگیرم ای چکت ای یگان چی بزرگ امتیانی بزرگ یگان سوم نمیگیرم. رهبریت بزرگ بعد از انجام ملاقات با صاحبکاران از شرح موضوع خودداری کردند. حالا مشخص نشده است که در ساختار بزرگ صاحبکاران چی قدر ضرر دیدند. چند صاحبکاری که با ما صحبت داشت میگویند از 100 تا 400 هزار سومانی مال و محصولاتشان به کمی آتش رفته است. بعضا یکون 10% تقریبا قسمان سوختگی بودن و اما را برآورده تونستیم دیگر روشنه. اکثر تاجرانی که در آتش سوزی ضرر دیدن میگویند مال و دکانهایشان سوغورته نشده بود تا توانند ضرر رسیده را قسمان هم باشد جبران کنند. در سوختار شب دوم ایون آشیانه یکم و قسمت دوم بازار سلطان کبیر ضرر دید که آنجا 21 دکان بوده است. سبب اولیه سوختار و مقامات رسیش ناقل های برق تخمین میکنند. در این بینای بازار مال و محصولات روزگار به مثل یخدان و رخت خواب قندل و تکنیکای معیشی فروخته میشد. شادمانی تیم مولا رجب یوسفی آزادی دوشنبه. رو میاریم به موضوع جهانی. پریزیدنت فرانسه در مسئله ایران از احتمال سرزدن نزاع هشدار داده است. نگرانی ایمانوئل ماکرون در حالی است که ایران اعلان نمود اگر سوزش هسته ای سال 2015 بکور شود با غنی سوزی دوباره اورانیوم شروع خواهد کرد. جزئیات بیشتر از کیو مارسیاتو. پریزیدنت فرانسه ایمانوئل ماکرون از احتمال سرزدن نزاع بعد اعلان از سرگیری برنامه های غنی سازی اوران از جانب ایران هشدار داد. در یک نشست خبری مشترکش با نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو شام 5 ایون در پاریس، ماکرون از همه جانب ها دعوت کرد که وضع را معتدل نگاه دارند و نگذارند که ماجرا توسعه یافته باعث سرزدن نزاع شود. وی گفت تصمیم ایران برای توسعه زیربنای هسته‌ایش سازش هسته‌ای سال 2015 را نقض نمی کند. این سازشنامه که زیرش آمریکا، اتحادیه اروپا، روسیه، چین و خود ایران امضا کرده بودند، ایران را از تحریم های اقتصادی رها کرده بر عوض ختم فعالیت های هسته‌ای را تقاضا میکند. هفته روان ایران آژانس نیروی هسته‌ای سازمان ملل متحد را آگاه کرد که در صورت پاشخوری سازش سال 2015 این کشور به غنی سازی دوباره اورانیوم شروع میکند. از برخی
حرف های بعضی از دولت های اروپایی اینجور برمیاد که اینها توقع دارن ملت ایران هم تحریم ها رو تحمل کنه، با تحریم ها دست و پنجه نرم کنه و هم از فعالیت هسته‌ای خود که نیاز قطعی آینده کشور است دست بکشه و همین محدودیت هایی رو که بر او تحمیل کرده اند این محدودیت ها رو ادامه بده. من به این دولت ها میگم بدانند که این خواب آشفته تعبیر نخواهد شد. سروزیر اسرائیل میگوید که اظهارات اخیر ایران او را به تعجب نآورد. ما اجازت نمی دهیم که ایران سلاح هسته‌ای به دست آورد. در ملاقات پاریس پرزیدنت فرانسه گفت که با وجود وعده های پایبند بودن به این سازش از جانب اروپا، اعلان اخیر ایران نشان می دهد که خطر بیکار شدن سازش نامه بیشتر می شود. مکرون گفت این حالت بیانگر آن است که وقتی طرف این سازش را به طور یک جانبه ترک می کند، جانب دیگر برای ادای احترام به این سند دیگر دلگرم نمی شود. اشاره امانوئل مکرون به تصمیم پرزیدنت دونالد ترامپ بود که ماه اپریل گفت امریکا از سازش هسته‌ای بیرون می شود. شما برنامه خبری رادیو زودی را تماشا دارید. در ولایت خاتلون در یکی از گرمترین منطقه تاجیکستان ده ها زن در زمین های اجاره چینی کار می کنند. اما این زنان می گویند با وجود محنت سنگین از کارفرمای خارجیشان حق حلال زحمتشان را گرفتن نمی توانند. یگانه امیدی کشاورزان حالا به مقامات نویه است که به دادشان برسند. تفصیلات بیشتر از براد یوسفی. ده ها زن کشاورزی کرویکار از ناحیه دوستی ولایت خطلان شکایت دارند که مسئولان چینایی شرکت مشترک چونتای خطلان حق زحمت دوماهه آنها را ندادند. آنها با سرمایه‌گذاران چینایی که زمین های کشت محل سکونتشان را به اجاره گرفتند قرارداد شفاهی دارند و باید برای پاک کردن هر یک هکتار زمین پخته از علف 180 سومانی پرداخت کنند. یکم چوب پرشول نداده دیمشم اوجه تام کردن نداده میتم گفته سوال نمیدونم. زن های کشاورزی کرویکار میگویند اگر کارفرماهای چینایی حق کاری آنها را پرداخت نکنند در پنبه‌زار دیگر کار نخواهند کرد. رهبر محلی خواجگی کشاورزی که مسئول نگاهبینی 52 هکتار پنبه‌زار است تلاش های به مراتب خود برای دریافت حق زن های کشاورز را به نتیجه عنوان کرد. وقتی خطای وعده کرده بود اینم پول یکو 15 هکتار هم را تمام کو پولش بگی ایرا تمام کردم اوشا تمام کردم خیلی ده جوک وجود مونده گه اینا 11 هکتار هم تیار نمیتونم پولا ولی پولا گرفتگی نیستم. کشاورزان محلی میگویند تنها از یک خواجگی پنبه پرور که 52 هکتار زمین دارد این شرکت برای دو دوره کارکرد کشتزار حدود 20000 سومانی قرضدار است. طول 3 سال است که زمین های کشت پنبه دانه در جماعت 20 سالگی استقلالیت و دو جماعت دیگر در ناحیه دوستی را به شرکت مشترک چونتای خطلان اجاره دادند. مقامات محلی میگویند این شرکت کارفرما در مورد پرداخت مزد کار مهنتی کارگران محلی حق تأخیر ندارند. امروز در یک جایگی جمهوری خلقی خطای شرکت چونتای خطلان سینسلو در اساس شهرنامه طرفین 2514 هکتار زمین یعنی در اساس شهرنامه با اختیار آنها یعنی داده شده است. مدامی که شرنامه بین کارگر بین اجاره کار بین شرکت بسته شده است آنها به این کار هیچگاه مانعی کردن نمی توانند. اجاره کاران چینایی سبب تاخیر در پرداخت مزد مهنت کارگران کرایه محلی را شرح ندادند و از صحبت هم خودداری کردند. ساکنان محلی که قبلا در این کشور اجاره کار بودند اکنون کرایه کار شده اند. اکثری کلی مردان محلی از بیکاری به روسیه به مردی کاری رفتند و زنهای محلی که جای کار و منابع دیگری درآمد ندارند مجبورند با چنین حق الزحمت ناچیز در هوای گرم طاقت فرسای منطقه پرورش پنبه اجاره کاران را تحمل کنند. از ولایت خطلان به دوشنبه رو میاریم که در اینجا هم بحث قرضداری بوده است. یک صورتگری معروف تاجیکستان از پلاته سودا و صنعت کشور تقاضا دارد که برای نمایش بی اجازه صورتهایش هزارها سومانی تاوان پردازد. انتظار می رود مروفیا در این زمینه روزهای نزدیک در دادگاه نویه شو منصور دوشنبه برگزار شود. سرنوزی روحولو با جانب های بحث صحبت داشت. گینادی راتوشنکو با بحث دادگاهی آماده می شود. 4 سال است می خواهد از پلاته سودا و صنعت حق مؤلفیش را بگیرد. Фотографии
عکس و لوحه های آماده نموده من را به نمایش گذاشتند. وقت حق قلم را طلب کردم، گفتند این چاره‌بینی به ما دخل ندارد. گپ در برای نمایشگاه می رود که پلاته سودا و صنعت تاجیکستان از 28 ایون تا 3 ایول در مسکو بخشیده به 20 سالگی اتحادی دولت های مستقل برگزار کرده است. راتوشنکو می گوید بیش از 100 عکسش را با عهد لفظی برای استفاده در این نمایشگاه داده است، اما حق مؤلفه او را نپرداختند. این عکس بردار از پلاته سودا و صنعت 140 هزار سومانی جبران می خواهد، در حالی که قبلا 40 هزار سومانی حق قلم طلب کرده بود. دوام این 4 سال آنها حق قلم من را جبران نکردند. با نظر داشت اندکساتس مزد مهنت کارمندان ساحه فرهنگ جمهوری تاجیکستان در حجم 20% مبلغ شرطنامه مؤلفی از روی فرمایش مذکور عین زمان 40984 سومانی را تشکیل می دهد. این صورتگیر در دست شرطنامه همکاری دو جانبه با پلاته سودا و صنعت را دارد، اما بدون امضای رهبری این اداره. در پلاته سودا و صنعت تاجیکستان به رادیوی آزادی گفتند عکس های راتوشنکو را آنها نگرفتند. این صورتگیر میتواند از نهادهایی که در این نمایشگاه عکس های او را استفاده کردند حق قلم ستاند. در تاجیکستان بحث حق مؤلفه موضوع نو نیست. در وزارت فرهنگ تاجیکستان گفتند از قضیه این عکس بردار آگاهند. البته باید روزگی مؤلفی اثر گرفته شود. در اینجا فرق ندارد که شرطنامه بود یا نیست. گنادی راتوشنکو میگوید در دادگاه پیروز می شود و پیروزی او پیروزی ده ها افراد ایجادکار خواهد بود که مالکیت ذهنیشان بدون اجازت و رعایت قانون ها استفاده می شود. و حالا سیر میکنیم با یک کوچه عرب نشین در برلین که سالهای طولانی گوشه سکوت بود، ولی حالا با یک از مکانهای سرودن و پرغوغا تبدیل شده است. در این باره تویری سفر معلومات میدهد. با ما بارها گفتند که به شما زود مقامی پناهندگی دادند. شما کار میکنید. خدا را شکر گوید. ما شکر میکنیم، اما چرا این را به ما میگوید؟ ما هم مثل شما به اینجا به حیث پناهجو آمدیم. امر قاسم مالک ال دمشقی معروف‌ترین رستوران در کوچه سونن علی در برلین است که آن را کوچه عرب ها می نامند. رستوران رمزی محبت و هم ناباوری بین جامعه عرب هاست که ده ساله ها اینجا زندگی کردند و رمزی پیشرفت برای پناهجویان سوریه به مثل قصاب سابق امر که از دمشق آمده است. آنهایی که از قبل آمدند به این نظرند که حکومت آلمان به پناهجویان سوریه مناسبت خاص و بهتر دارد. پیش از آن که اینجا کوچه عرب ها نام بگیرد، بیروت خرد عنوان داشت. کوچه آرام با مغازه های لبنانی و فلسطینی بود. آنها طوری رفتار میکنند که گویا آنها بومی باشند و ما پناهجو. البته نه همه آنها. حاجی با ما مثل پسرانش رفتار میکند. حاجی منصور اعظم رزمنده سابق فلسطینی است که سالهای 90 به آلمان آمده است. حالا یک آشتیگری بین دو طرف است. وقتی عمر سال 2016 رستوران باز کرد، گروه های جنایی عربی برای حمایت از او پول خواستند. حاجی منصور به میان در آمد، برایش جای نو یافت و شریک شد. به سبب جنگ جدی در سوریه به مردم آن مناسبت دیگر است. به بعضی ها در 3 سال مقام پناهجو دادند، به دیگران کمک های بشری. این یک چیزی معمولی است. مناسبت به فلسطینیان و لبنانی ها دیگر است. بعضی ها بعد 8-9-10 سال مقام پناهجو گرفتند. ولی برای این نباید به پناهجویان نوامده رشک کنند. حالا حاجی منصور کمیته مالکان مغازه ها را تأسیس داده است تا از این راه در حل بحث ها و به هم آوردن پناهجویان مساعدت کند. برای امروز برنامه خبری را خلاصه میکنیم. اگر میخواهید خبر گزارش های از این بیشتر را پیدا نمایید، پس دعوت میکنیم که به وبسایت ما www.azadi.org بروید. صفحه های ما در شبکه اجتماعی برای شماست. آزادی ویدیو کانال مخصوصی ما در یوتیوب نیز شما میتونید از اونجا نوارها را تماشا کنید. سپاس که در این 15 دقیقه با ما بودید. تا برنامه فردا، خدا نگهداری هر یکی شما باشد.